به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام دانش آموزان گرامی. درس پنجم است از سلسله درس های کامپیوتر برای نوآموزان. در این درس تصمیم گرفتیم برای شما یکی از قسم های ICDL که در درس های گذشته گفته گذاشتیم IT یا Information Technology را برای شما معرفی یا شناسنامه. خب کامپیوتر از دو قسمی اساسی عبارت است، یعنی از قسمی هاردویر که این را به زبان تاجیکی سخت افزار ترجمه کرده اند، سخت افزار، و سافتویر یعنی نرم افزار. به زبان دیگر هاردویر گفته قسم های احتیاطی کامپیوتر رو در نظر دارن، یا اینکه اون چیزی رو که ما میبینیم و لمس میکنیم میخپیم. سافتویر گفته اون چیزی رو که میبینیم اما داشته نمیتوانیم، لمس کرده نمیتونیم، قفیده نمیتونیم. مثل چی؟ مثل برنامه ها، برنامه وارد هست، برنامه مثلا سکایپ هست، فیسبوک هست، واتساپ هست، چیزی که باشد و در سافتویر داخل میشود. اما مثل دیسک هست، مثل رام هست، مثل پروسیسور، این چیزا در هاردویر میدارن. بنابراین کامپیوتر از دو قسم اساسی گفتیم عبارت هست، هاردویر و سافتویر. در این درس کوشش میکنیم اگر ویدیو کمی دراز نشود این دو قسم رو برای شما معرفی نماییم. خب هاردویر در اینجا اگر موشک رو بالای این بریم نشون میدید ترجمه این کلمه یا که این کلمه با کدام چیز داخل دارد. این مصطلح به قسمت های فیزیکی و مادی کامپیوتر گفته میشود. خب information اطلاعات، معلومات، خبر. تکنولوژی فناوری، تکنولوژی. خب هاردویر، یکم قسم هاردویر رو میگذاریم. input units یعنی قسم های ورودی، قسم های داخلی، قسم هایی که مشغول به داخل کردن معلومات هستند، یعنی معلومات رو به کامپیوترهای فردی یا به لپتاپ های موشون گوییم که داخل میکنند. این touch screen شیشه لمسی ترجمه شده است، یعنی یک لوحه است، در اون ما با واسطه انگشت خامه نویسیم، خون نقشه میکشیم، خون رسم میکشیم و داخل میکنند همین معلومات را که ما برای او پیشکش نمودیم به کامپیوترهای فردی یا که عموما به هر نمود کامپیوتری که باشه. دیجیتال پن این قلمی رقمی است. قلم رقمی وظیفه تخمینا وظیفه دوسکا یا تخته سنف بگیم وظیفه دوسکا و بور را اجرا میکنند. وقتی در این ما می نویسیم این یک سیم دارد، اون سیم رو در لپتاپ یا کامپیوتر وصل می نماییم، وظیفه تخته سینف رو اجرا می کنیم. وقتی در این می نویسیم در پروژکتور برای ما نشون می دهد که چی نوشته شده، یا که مثلا در داخلی وارد یا در داخلی کامپیوتر چی نوشته شده، یعنی با دست خط دست نویس بوریم. خب سکانر پویشگر یا اسکانر، در بین مردم با سکانر مشهور است که سکانر از کلمه انگلیسی آمده است. سکانر گفته اون معلوماتی که در خارج کامپیوتر است، مثل کتاب، دفتر، رسم، دیگر این را به داخل کامپیوتر وارد میکنند. مثلا یک کتاب رو ما میخواییم که در داخل کامپیوتر بذاریم، با واسطه این همین جهاز میتوانیم که اون را نسخه برداری کرده یا سکنر کرده با داخلی کامپیوتر روانه کنیم. کامیرا، جهاز نوارگیری یا کامیرا، این وظیفهش رسم گرفتن، نوار گرفتن با داخلی کامپیوتر وارد کردن است. این هم یکی از جهازهای
چی گفتیم input units یعنی قسم های ورودی قسم هایی که معلومات را به داخل کامپیوتر وارد میکنند digital camera یعنی جهاز عکسبرداری رقمی کامیرای رقمی این هم فتاپارات میگیم به زبان روسی این هم وظیفه‌اش معلومات رو به داخل کامپیوتر وارد کردن خیلی وقتی ما در این رسم میگیریم یا ویدیو میکنیم اون رو فلش داره فلش اون رو در کامپیوتر پیوست می‌نماییم و گویم که اون نمره‌ها و رسم‌هایی که در این بدن به داخل کامپیوتر می‌گذاریم خب مایکروفون یعنی بلندگویک یا میکروفون میکروفون هم وظیفه‌اش داخل کردن معلومات است یعنی همون صوت و صدایی که یا همین سخن گپی که از من گپ زده استودم یا بگیم کلمه‌ای که از زبان من برآمده استودم وظیفه میکروفون است که همین رو به داخل کامپیوتر وارد کرده استوده است ماوز مشواره در اینجا خطا شده است مشواره گفته هم موشک میگویم مشکه میگویم به زبان روسی همون رو در نظر دارد این هم معلومات رو یا که یکی از قسم های ورودی کامپیوتر به حساب می رود مثل اینکه حاضر من اینجا میتوانم که انمی خراب حذف کنم پاک کنم یعنی همه این با واسطه موشک انجام یافته ایستاده است اگر شما دیده ایستاده باشید یعنی موشک یعنی ما اون چیزی که در فکر میگذرانیم همون رو اجرا میکنم یعنی ما میخوایم این رو پاک کنیم یعنی اجرا میکنم خب کیبورد صفحه کلید یا تخته کلید هم میگویم به زبان روسی کلاویاتوره این وظیفهش داخل کردن معلومات است مثلا ما میخوایم به کسی پیام نویسیم یا یکان رساله علمی نویسیم یا کتاب نویسیم این برای ما و شما کمک میکند که اون معلوماتی که در فکر ما هست اون رو به داخل کامپیوتر وارد سازد لایت پن قلم نوری یا قلم روشنایی بگیم یا مثل لازر است یعنی لازرهایی که بطری دارن از دور استودا یک جور اشاره میکنیم این هم به عنوان دیهنم این برای استادان معلمان بسیار لازم است چون که این رو در لپتاپ پیوست میکنن و از طریق همین اشاره میکنن با همون دلخواه جایی که میخواهن خب جویستیکس دسته بازی یعنی همچون یک دسته هست یا روچکه هست دسته یعنی دسته بازی یعنی برای بازی کردن این عادتا برای بگیم بازی استفاده می شود خب اونها بودن قسم های چی input units قسم های ورودی یا قسم هایی که وظیفهشون داخل کردن معلومات بیرون به داخلی کامپیوتر output units قسم های خروجی قسم هایی که وظیفهشون معلومات درون بوده رو به بیرون برآوردن است این رو میگویند output units یعنی قسم های خروجی output گفته برآمد محصولات خروجی بیرونی نتیجه یعنی با بیرون برآوردن معلومات مانیتور نمایشگر مانیتور میگیم در درس اول بود یا که دیگه بود برای شما اینجا معرفی کردیم مانیتور به زبان انگلیسی مانیتور به زبان روسی اکران به زبان عربی شاشه این وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش اون چیزی که در داخل کامپیوتر است برای ما نشان میدهد یعنی بیرون کرده ایستاده است پرینتر چاپگر این هم معلوماتی که در داخل کامپیوتر است برای ما اون رو
خارج میکنن یا چاپ کرده میدین، مثل یکم رساله است، کتاب است، یا براشور است، هر چیزی که هست برای ما چاپ کرده میدین. سپیکر صدا بردار. هم سپیکر گفته اصلا هم سخنگوی رو میگوین، سخنگوی، متکلم، درس دهنده و سپیکر صدا بردار میشوند در صدا برار در علمی کامپیوتر. خب صدا برار به زبان روسی به فکرم دینامیک میگوین، دینامیک. خب پلوتر چوبگاری بزرگ برای اعلان های کلان استفاده می شود، مثل که در کوچه ها می بینیم یک اعلان است 2 متر در 1.5 متر یا 2 متر در 3 متر، انا همون اعلان ها رو با واسطه انا همین جهاز بگیم اپارات چوب میکنن. این هم میگیم در کامپیوتر وصل می شود و از طریق این اون معلوماتی که در درون کامپیوتر بود، همون رسمی که میگیم در داخل کامپیوتر بود، همون اعلانی که در داخل کامپیوتر بود، همون رو با واسطه همین جهاز چاپ میکنیم. پروژکتور ترجمه شده است یا ترجمه نه، تقریبا پروژکتور از همون کلمه پروژکتور گذشته است. این وظیفه اش معلوماتی که در داخل کامپیوتر است اون رو در تنه دیوار نمایش میدهد، مثل اینکه یک اکرانی بزرگ گویا در تنه دیوار است. پروژکتور. خب فکر میکنم در همینجا اکتفا کنیم، ویدیو کمی دراز شد و از درسی آینده پروسسینگ یونیتس قسم های عملیاتی رو خواهیم گذشت. با همین رسیدیم به انجام درسی 5. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.